ما قصد داریم ظرف 72 ساعت تا 100 میلیون تومان پول بسازیم بچه‌ها. امروز روز سوم و آخرین روز برگزاری این کمپین 100 میلیونیه. ما تا اینجای کار چیزی در حدود 60 میلیون تومان محصول فروختیم، اما هنوز 40 میلیون تا رسیدن به هدفمون مونده. امروز بهتون نشون میدم که چطور کمپین رو خاتمه میدیم و چقدر به هدفمون نزدیک شدیم. با من همراه باشید. خب قبل از هر چیزی بریم سراغ گزارشات فروش تا اینجای کار بچه. الان که این ویدیو رو ضبط میکنم ساعت 3 ظهره، اما نسبت به هر روز دیگه ای بچه ما بیشتر فروختیم تا این ساعت. فروش امروز تا به الان که 3 عصر 100 تا نسخه بوده و چیزی در حدود 19 میلیون و 500 پول خلق شده. دیروز هم که اگه خاطرتون باشه تا ساعت 5 بعد ظهر آمار فروش رو دیدیم، تا ساعت 5 8 میلیون خورده ای بوده، اما تا ساعت 12 شب با 19 میلیون و 310 هزار تومان بسته شد و روز قبلش هم که روز اول کمپین بود 20 میلیون و 250 تومان. اینها رو دیگه میدونید و دیدید. روز قبل ترش هم داشتیم، 15 مهر که از ساعت 9 شب کمپین استارت خورده بود و 1 میلیون و 640 هم برای اون روزه. مجموع این اعداد رو بچه‌ها اگه بخوایم با هم دیگه جمع بزنیم به عدد 60 میلیون تومان میرسیم تا اینجای کار. 60% هدف محقق شده. روز آخر که امروز باشه فشار فروش از همه روزها بیشتره. این رو تا همینجا هم میشه دید. 19 میلیون و 500 فقط تا ساعت 3 ظهر. چرا روز آخر فشار فروش بیشتر میشه؟ تو قسمت قبل هم بهتون گفتم که انتظار دارم ما روز آخر بهتر کنیم. واضحه که مردم عموماً از آخرین فرصت‌ها میخوان نهایت استفاده رو ببرن. حتی خودم یادمه که وقتی 18 سالم بود روز آخر ساعت‌های آخر داشتم مثلا تو کنکور ثبت نام میکردم. مثلا تو هر چیزی این فشار فروش رو برای روز آخر بچه بیشتر میکنه. ولی من هم با یادآوری این که آقا فرصتی نمونده سعی میکنم فشار رو چندین برابر کنم. اگه واسه اولین باره که دارید این ویدیو رو میبینید ممکنه خیلی گیج بشید. پیشنهاد میکنم که برای درک کافی از این که اصلا داریم چیکار میکنیم و چی میفروشیم به پلیلیست این دوره کوتاه مراجعه کنید. لینکش هم بالا میذارم. تا الان 3 قسمت منتشر کردیم و این قسمت روز آخر این کمپینه. برای شروع امروز یک بار دیگه بچه‌ها برای آخرین بار لیدها یا سرنخام رو تحت هدف قرار میدم. اگه خاطرتون باشه ما 5000 تا لید یا سرنخ داشتیم. شماره موبایل تک تکشون رو داریم. پس یه اسمس اطلاع‌رسانی دیگه برای این 5000 نفر. اما این بار متن تبلیغاتیم رو عوض میکنم. می‌نویسم مثلا هر 1000 ویو 1 دلار. میخوام جلب توجه بیشتری بکنه این عنوان تبلیغاتی. بعد می‌نویسم امشب آخرین فرصت خرید دوره AI و بعدش هم آدرس وبسایتم که ramontale.com/AI با حروف بزرگ هستش. این رو برای ساعت 4 ظهر تنظیم میکنم بچه ها. این میتونه فشار فروش رو به مقدار قابل توجهی تقویت کنه. ببینید عزیزای دلم، من همینجا میتونم از تکنیک های دیگه هم استفاده کنم. مثلا میتونم دم آخری 20% تخفیف بیشتر بذارم. این شکلی باز قیمت 190 هزار تومانی دوره تبدیل میشه به 150 هزار تومان. این باز فشار فروش رو تو ساعتهای آخر چندین برابر میکنه. اما یه مشکل بزرگ وجود داره و اون اینه که کسایی که با قیمت 190 هزار تومان این دوره رو تهیه کردن رو ناراحت میکنن با این کار و من اصلا دوست ندارم که مشتری های قبلیم ناراحت بشن. همین الان خیلی ها ناراحتن. مثلا من پیام های زیادی دارم که میگه آقا من دقیقاً قبل از تخفیف دوره رو خریدم با قیمت 380 هزار تومان. الان با چی کار بکنم؟ ببینید بچه‌ها، من بهتون گفتم که لیدها مهمترین مشتریان احتمالی من هستن دیگه. اما از لیدها مهمتر، از سرنخ‌ها مهمتر خود مشتریان قبلی من هستن که یک بار از من خرید کردن. من باید هوای مشتری‌ها رو شدیداً داشته باشم. الان دارم فکر میکنم که شاید بخوام به کسایی که چند روز قبل از کمپین خرید کردن مثلا 190 هزار تومان اعتبار رایگان به حسابشون تو وبسایتم اضافه کنم تا حس ضرری که دارن کمتر بشه، که جلوی ناراحتیشون رو بتونم بگیرم. چرا مشتری های قبلی واسه من اینقدر مهم هستن؟ چون در آینده اگه بخوام دوباره دوره جدید بذارم، اول از همه خریداران جدید این دوره همین مشتری های قبلی هستن.
بعد لیت ها و بعد غریبه ها. به ترتیبش دقت کنید بچه ها. البته امروز یه فشار فروش دیگه از طریق عادل خان هم باید اتفاق بیفته بچه ها. اینفلوئنسری که تو قسمت پیش بهتون گفتم باید محصول رو برای روز سه شنبه که امروز باشه پروموت کنه. این دیگه آخرین تیر خلاصه. تبلیغات عادل رو با هم ببینیم بچه ها. من پیروز اینو تبلیغ گذاشتم، خیلی ها گفتن آقا مگه میشه، اصلا ندارده که ما بتونیم با هوش مصنوعی درآمد دلاری اونم از یوتیوب داشته باشیم. اول از همه که بچه ها درآمد یوتیوب با یه سری شرکت ها میتونی نقد کنید، این از این. دومی موردش اینه که این اصلا چیزی نیست که شما رو به آینده بخواد ارجاع بده. الان یه سری هستن که دارن این کارو میکنن و کردن، به درآمدم رسیدن. یکی از نموناشم گذاشتم براتون، رامون طالع خفن‌ترین آدمیه که خود من میشناسمش تو این حوزه. یعنی یه دوره‌ای که به نظر من میلیونی میارزه رو الان ما یه تخفیف عجیب غریب گذاشته، فقط 190,000 تومان. طول دوره چقدره؟ 7 ساعت. یعنی شما با 7 ساعت یاد میگیرید بدون زبان محتوا رو تولید بکنید، بسازید، آپلود بکنید، درآمد داشته باشید. درآمدم مثلا تو این حوزه از هر 1,000 تا ویو 1 دلاره. ولی خب شما مخاطب بین المللی دارید، یعنی فقط محصوره یه عده هم نیستین. برای همین میتونه درآمدتون خیلی بره بالاتر. حالا اون مثالی که من زدم تو اون استوری یه چیزی حدود ماهی 25-30 میلیون درآمدش بود. همین الان روی این لینک بزنید، راستی واسه این لینک هم حتما وی پی ان تون خاموش کنید که سرعت بهتری داشته باشید، یعنی لود نشود مشکل از وی پی ان تونه. راحت برید کارو در بیارید دیگه، منتظر چی؟ حالا تو استوری بعدی خودم میرم تو صفحه توضیحاتی بهتون اونجا میدم. بچه ها این صفحه دوره است، اینا همینجوری که نگاه میکنید یه روزم بیشتر از تخفیفش نمونده، یعنی یه روزم تمدید کرده. این هاش میاد پایین تر، اینجا اطلاعات کامل هست، حتی نمونه کانالای دانشجوها هست، نمونه محتواهایی که توضیح شده و هر چیزی که لازم دارید. سرفصل هم پایین تر نوشته براتون. این هاش، این هم سرفصل ها. دیگه خیال تخت، هر سوالی هم دارید میتونید از این چتشون قبل از تهیه دوره بپرسید و تمام. ببین یه دوره همه چی تمومه دیگه بچه ها. چون عادل امروز عصر سه شنبه 18 مهر تبلیغات رو منتشر کرده، زمان ضبط این ویدیو الان 18 مهر سه شنبه است. اوکی؟ چون الان تبلیغ منتشر شده پس واضحه که این تبلیغ تا فردا 19 مهر چهارشنبه در حال پخشه. 24 ساعت خب استوری ها میمونن دیگه، پس من حتما باید یه روز به کمپینم اضافه کنم، یعنی کمپینم رو باید تمدید کنم. گرفتی چی شد؟ وگرنه ضرر میکنم. امروز آخرین روز بود، اما چون تبلیغات تا فردا هم ادامه داره پس طبیعیه که باید یه تمدید به کمپینم بدم. عموماً همونطور که گفتم روز آخر کمپین بیشترین فشار فروش رو داره، ولی حالا روز تمدیدش یعنی روز بعدش مثل روز اول و دوم و سوم نیست، اما باز یه زوری داره دیگه، بالاخره یه فروش خلق میشه از همه روزا به نسبت باید کمتر باشه. اینو تجربه‌ام میگه، حالا باید میبینیم. کار من دیگه بچه‌ها تقریبا تموم شده، باید بشینم و ببینم که چه اتفاقاتی میفته. ساعت 5:30 تقریبا، بذارید یه بار دیگه چک کنیم ببینیم که تا اینجای کار فروش به کجا رسیده. زرین پال رو باز میکنم. خب خوبه بچه ها، 164 تا تو همین 2 ساعت اخیر 64 تا بهش اضافه شد. این دیگه میره تا چهارشنبه 19 مهر که من هم گزارش کامل کمپین، اینکه در نهایت چه اتفاقی افتاد، مشکلات و موارد اضافه تر رو چند روز بعدش تقدیمتون میکنم. فکر میکنم که بتونم به هدفم برسم بچه ها. البته اگه به 80% هدفم برسم باز واسم راضی کننده است بچه ها. عذرخواهی میکنم اگه این ویدیو کیفیت لازم رو نداشت بچه ها، حداقل از لحاظ ادیت. واقعا خستم، خیلی خستم و نیاز به استراحت دارم. خود برگزاری یک کمپین تبلیغاتی پر از فشاره، چه برسه به این کالا بخوای محتوا هم ازش تولید کنی، این بین لایف بخوای آموزشم بدی. اصلا فکرشو نمیکردم که بتونم برسم، اما خب یه دوره خوب شد که به یادگار میمونه. راضیم. یه چند روز استراحت میکنم و برمیگردم. حالا با هم کار داریم، میخوام بهتون یاد بدم که چطور شما هم دقیقاً یه همچین بیزنسی بسازی، حالا تو هر نیچی، تو هر موضوعی. همونطور که میدونید من توضیحات تکمیلی در خصوص دوره رو، در خصوص این مینی دوره رو تو کانال تلگرامی قرار میدم. امروز 5 دقیقه توضیحات بیشتر در مورد مذاکره با اینفلوئنسرها داشتیم که مربوط میشه به قسمت پیش، و دیروز هم 6 دقیقه توضیحات اضافه تر در مورد کمپین های تبلیغاتی و ریتارگتینگ که مربوط میشه به قسمت قبل ترش. البته لینک این توضیحات رو تو شرح ویدیوهای یوتیوب هم ما میذاریم تا بتونید به راحتی
بهشون دسترسی پیدا کنید. ممنون عزیزای دلم، ممنون که تا این لحظه همراه من بودید. اگه هنوز که هنوز از کانال یوتیوبی رامون تاله اشتراک نگرفتید، پیشنهاد میکنم کانال رو ساب بکنید، ازش اشتراک بگیرید و همچنین زنگوله رو فعال کنید تا به محض آپلود ویدیوهای جدید از انتشارش مطلع بشید. اگه سوالی داشتید بپرسید. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی.